همینا تو جیبش بود، همدازشم برای بازجویی حاضرم. بسیار خوب، مرسی. حقیقتا راست گفتند که اصفهان نصف جهانه. عشق حقیقی من از آن روزی شروع میشه که در امتحانات قبول شده بودم و با نهایت خوشحالی به طرف منزل میرفتم. مادر، میخوام مژده بدم که در امتحاناتم قبول شدم. بله، از من بپرس. تک تک دارم. فرمایشی بود؟ از من میپرسی فرمایشی بود؟ مادر منه. میفهمی مادر یعنی چه؟ فکر نمیکنم. خفه شو. حیف پدرم که تو جای اون آمدی. خفه شو، احمق. من تو رو بزرگت کردم. تو جای پدرم آمدی. برادرمو که 10 سال پیش از خونه بیرون کردی. حالا نوبت منه؟ خیلی خوب، من حرفی ندارم، ولی بدون تا من زنده ام نمیذارم دست هر کس و ناکسی روی مادرم دراز بشه، فهمیدی؟ منو تهدید میکنی؟ احمد، آروم باش، این جای پدر تو. جای پدر من؟ هرگز. کاش اونقدر شعور داشت که میفهمید وظیفه یک پدر چیه. چی گفتی؟ مادر، به اون شیر پاکی که من دادی قسم میخورم که نگذارم دست این پس کسرت روی تو دراز بشه. پسر نفهم حرف دهنتو بفهم، وگرنه هر چه بیدی از چشم خودت. اون برادرم بود که از این حرفا میترسید، نه من. آقا رضا چه کار میکنی؟ خفه شو سلیته. پسر بیشرم منو میزنی؟ آقا رضا برو گفت بزنی که نمیدونم. حالا چیکار کنم؟ کشتمش. احمد، هرچی نباید پیشه شده، تو باید هرچی زودتر فرار کنی. چطور تنها بگذارم؟ احمد، پید من هستی. اگر اینجا بمونی خودتو به کشتم میدی. اگر بری اقلا میدونم زنده هستی. برو تهران، شاید برادرتو پیدا کنی. چجوری برادرمو پیدا کنم؟ علامتی که رو دست تو هست برادرت هم داره. هر طوری شده اونو پیدا کن. بیا این پولو بگیر، هر چی دارم همینه. ولی احمد جون مواظب باش در زندگی مثل من پسر خور نشی. بیچاره مادر. هشتمه که وارد تهران شدم. هرچی گشتم برادرم رو پیدا نکردم و هرچی پول داشتم خرج کردم. از در آن روز گرسنه و خسته. الله خوب بازی کردی. چی رو بده تا سهم تو بدم؟ خوب بازی کردم؟ چکیدی آقا؟ چکیفی؟ این ده سهم تو. نه آقا، من با کارهای شما شریک نیستم. به نظرم کمته. بیا اینم چند تایی دیگه. نه مرسی. ما بمیریم ناز نکن دیگه. ناز چیه؟ بلم کنید به جهنم. بریم بابا، بلش کن. اوه کار پیدا نمیشد یا کاری که پیدا میکردم قادر به انجامش نبودم. هرچی خواستم نتونستم فکر اون سه نفر دوز را از سر بدر کنم. بالاخره تصمیم گرفتم اونها رو پیدا کنم تا اینکه یک روز یکی از اونها رو در خیابون دیدم. رفیق، شریک قدیمی خودتو نمیشناسی؟ شریک؟ ببخشید آقا، اشتباه کردیم. نه جونم، اشتباه نکردم. رفقات کجا هستن؟ باشون کار دارم. بریم. حاجی بلند شو بابا، مهمون آوردم. به به، آقا پسر درستکار، چه عجب. اولاق چرا اون اونجا آوردی؟ ما چه میدونیم اون کیه؟ چه میدونیم پلیس نباشه؟ بیاره چلو تا خودم چند تا چیز ازش بپرسم. خب برای چی اینجا اومدی؟ اومدم اون پولی که خودتون میخواستیم به من بدین بگیرم. تو؟ از کجا معلومه که مأمور آگاهی نباشی؟ من؟ آره تو؟ چرا میخندی دیگه؟ آخه منو چه به مأمور آگاهی؟ میگم شاید تقیب کوره فرسته بته. آره تا کار ما سر در بیاره. راست میگه؟ حوال ما راستش بگو احمق. اگه جلو بیان جلو تو پاره میکنم. جلو نیا. تو بمیری من این فکرشو قبلا کرده بودم، اما بدون اگه مأمور آگاهی بودم همون روز دستگیرتون میکردم. نه مأمور آگاهی هم نه تقی‌پور منو فرستاده. فقط چون کاری پیدا نکردم و احتیاج به پول دارم میخوام با شما کار کنم. فهمیدی؟ فکر نمیکنم پسر بدی باشه. اگه حاضر با ما کار کنه ما حاضریم. راست میگه بابا، پسر بدی نیست، ولش کن. چی رو ولش کنم؟ این منو گرفته. خب حالا دیگه حاضری با هم کار کنی؟ ببخشید، سرچشمه از کدوم طرف میرم؟ شما باید از این طرف برید، بپیچید سمت چربله، راست برید میرسید سرچشمه. معذرت میخوام نفهمیدم، فرمودید از اون طرف؟ از اینجا برید میدون فردوسی، آخر فردوسی توپونه، بپرسید نشونتون میدم. خیلی متشکرم. چمدونم؟ بگیرید. بچه‌ها ببینید چقدر توره. خدامونا ماشین بگیرید، فرار کنید. یالا سوار شید، سوار شید. زمین خالیش کن. برو بچه ها شانه جیمون افترام. برو. خب ما قسمتمون رو برداریم، خیلی پول لازم داریم. نه به این کندی چیه؟ نفهمیدم. سب کن حالا میفهمیم. کارمون به اینجا رسته که این به ما دستور میده. تو رو خدا دعوا نکنی، دعوا کردن کار خوبی نیستش. اصلا آقا باید ببینیم چی میگه، شاید نقشه مقشه‌ای داشته باشه. خوب فهمیدی، یه نقشه خوبی دارم. خیلی وقت بود میخواستم عملی کنم اما بی پولی نمیذاشت. حالا که این پولا دستمون رسیده میخوام نقشه رو عملی کنم. نقشه من سرم نمیشه، من پولمو میخوام. واسه حرفشو بزنه بابا، راست میگه. نقشه من اینه: اول باید هر کدوم چند دست لباس نو بخریم تا بتونیم خودمون رو جای آدمای حسابی جا بزنیم. دوم یه منزل حسابی کرایه کنیم و از همه مهمتر یه اتومبیل نو و محکم که تونگی بتونیم کارامون رو با اون بکنیم. من که خیلی راضیم. هی مفهوم. خیلی خوب، فردا اول وقت باید بریم لباس بخریم. الو، آقای میرایی رو بفرستید اینجا. فرمایشی بود قربان، بفرمایید بنشینید. چند هفته است که روزنامه ها راجع به این چند نفر دزد به ما حمله میکنن. شما چه اطلاعاتی دارید؟ قربان، خود بنده چندین روز مشغول تحقیق هستم. فقط تنها چیزی که فهمیدم اینا 4 نفرن، همین دیگه. نه کسی اونا رو میشناسه و نه مدرکی از خودشون باقی میگذارن که بتونیم اونا رو تعقیب کنیم. ولی آقا شما باید... الو، بله قربان، بله کاملا واردم قربان. برای اینکه بله اطاعت میشه. بسیار خوب، رئیس بود میگفت چرا تا به حال اقدامی برای دستگیری این چند نفر نشده. در هر صورت باید هرچه زودتر برای دستگیری اونها اقدام کنید. خیلی خوب قربان، من خودم شخصا پی این کار خواهم رفت. بفرمایید برید سر کارتون. بچه‌ها براتون یه قضیه اسباب بازی خریدم، ببینیم چطوره. به به، عجب اسباب بازیه. پس فشنگاش کو. فشنگاش دست منه. اول یه شرطی باید باهاتون بکنم بعد بهتون بدم. چه شرطی؟ شرط بر اینه که هیچ وقت نباید به طرف کسی شلیک کنیم، نه پلیس و نه شخصی. حالا لابد میخوایید بدونید چرا. همونطوری که میبینیم چون تا به حال دزدی کردیم و به کسی صدمه جانی نرسوندیم به گیر شهربانی نیفتادیم. اما وای به حالمون اگر یک نفر پاسبان یا شخصی رو بکشیم یا زخمی کنیم. اون وقت دیگه خلاصی نداریم و فوری از بین میریم. فقط این تپانچه ها رو برای ترسوندن اشخاص باید مصرف کنیم و بعد اگر بخوایم شلیک کنیم باید هوایی باشه، اونم وقتی من دستور بدم. خب قبول دارین یا نه؟ تازگی‌ها خیلی دستور میدین. من دستور بیجا و بی خود نمیدم، کارای من رو حسابه. راست میگه بابا، چرا انقدر سر به سرش میذاری؟ آره چرا انقدر سر به سرش میذاری؟ تا وقتی نبود که ما آفتابه دزدی میکردیم. خیلی خوب، حالا چند میگیری رضایت بدی؟ هیچی بابا. حالا اگر اجازه بدید نقشه فردامون رو بگم چیه. من یه مغازه ساعت سازی سراغ دارم که زیادم جنس داره. هر روز سر ساعت 1 بعد از ظهر مغازه میبنده. من امروز صبح ساعتمو دادم که درست کنه و قرار فردا سر ساعت 1 برم بگیر. فردا ما باید سر ساعت 1 جلوی مغازه باشیم تا وقتی که بیرون میاد مغازه رو ببنده. اون وقت گفتم ماشین روشن نگه دار. چرا خاموش کردی؟ حالا خاموش کردم میگه چی؟ تو بالاخره یه پس کتک حسابی من نوشتون میکنی. یکی؟ من میرم جای کار دارم. شبم شاید برم سینما. منتظر من نباشید. چرا میزنی؟ تا پوزه تو به من نخندی. منم به احمد میگم کتکم زدی. خدایی نکرده مگه کر هستین؟ بله. چطور؟ پس از کجا فهمیدین من چی گفتم؟ من از حرکت لبهای شما میفهمم. خیلی معذرت میخوام آقا، نمیدونستم. اختیار دارید. شما من از مرگ نجات دادید. ممکن است شما خواهش کنم نهار منظور ما تشریف بیارید؟ نه دیگه، مزاحم نمیشم. خواهش میکنم. خیلی خوب. بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. مری جان، الان میام. چه خبرته؟ آمدی مری جان؟ آقای احمد پازلی، خوش وقتم. ایشون امروز من از مرگ نجات دادن. چطور؟ قدری بی احتیاطی کردن، نزدیک بود با اتومبیل تصادف کنن. اگر احمد خان نبودن من حتما از بین رفته بودم. فکر می‌کنی؟ برای زمینه‌ها بکنی سر میز جریان تعریف کنی. خواهرم به ها رو معرفی میکنم. آقای احمد پازلی. خب دیگه حالا بریم غذا بخوریم. بفرمایید. از خدا رحم کردید. اگه این قضیه چیزی نمی‌کرد به این روز نمی‌افتاد. چه باعث کرد شانسم این بود؟ بفرمایید. مرسی، به قدر کافی تب شد. معذرت میخوام، ممکنه بفرمایید شغل شما چیه؟ در ادارات بزرگ وقتی زیاد پول جمع میشه من نمایندگی دارم پولا رو تحویل بگیرم و به بانک برسونم. من نمیدونستم که بانک های همچین نمایندگی هم دارن. البته این کارا ابتکاریه. ما فعلا 4 نفریم و خیال داریم عده رو زیاد کنیم. صحیح. شما متأهل هستین؟ نه خیر. چطور؟ جوانی مثل شما هنوز ازدواج نکردی؟ چه عرض کنم؟ نه دخترا به شما فرصت ازدواج نمیدن. اینطوره؟ نه خیر خانم، اینطور نیست. شما چند سال دارید؟ 22 سال. عقبا شما؟ در اینکه هنوز شما بچه هستید. ممکنه؟ شاید. نیری جان چرا حرفی میزنی که ناراحت بشن؟ جعفر سیرا میزه جمع کن. این شما هستین؟ بله 9 سال داشتم. چقدر این موقع لاغر بودیم؟ بس که شیطون بودم. خوب به هم میان. چی؟ گفتم خوب به هم میان. احمد جوان خوب به نظر میان. آره حسنم سر رفت باشم همین رابه بازی کنیم. اونا رو زیرشون کن بزر با هم صحبت کنن. خودمون دوتا بازی میکنیم. شما اهل تهران هستی؟ بله من متولد تهران هستم، ولی 7 سالم بود که عازم اصفهان شدم. چند سال پیش پدر مادرم فوت کردن و من مجبور شدم بیام تهران. میخوام از خواهرتون و دکتر خواهش کنم که شما رو بیشتر ببینم. از شما تمنا میکنم این کارو نکنید. چرا؟ فکر میکنم که ما جوان فهمیده‌ای باشید. یک کسی که به شما بگم خود بفهمید. بنابراین ناچارم اصلا رو پیش خواهش بکنم. و شما این لباس پیش خودتون خواهید گفت تا اینکه چند ساعت بیشتر نیز شما میشناسم چطورم اسرار رو میگم به شما بگم. و چون خواهش شما رد میکنن مجبورم که دلیلش رو براتون تعریف کنم. و شما باید قول بدید که این جریان رو برای کسی تعریف نکنید. مطمئن باشید. من به یک شخص دیگه علاقه دارم. تو این حد نمیتونم که سیاست دیگری رو بکنم. خیلی معذرت میخوام. شما در اثر چقدر با هم تجویز میکنید. بهار ساعت دست نگذارید. خودتون که یادم انداختید. معذرت میخوام. چون دست پیان دارم بایستی که دیرتر برم. خدا حافظ. خدا حافظ. خواهش میکنم بفرمایید. نه دیگه اگر اجازه بدید مرخص میشم. چه عجله احمد خان، کاری داری؟ کاری که ندارم ولی مزاحم نمیشم. اختیار داری. اگه کاری نداری بمون قریب بازی کنی. اگه مزاحم نیستم حرفی ندارم. نه خیلی هم خوشحال میشی. بفرمایید خواهش میکنم. متشکرم مرسی. مایکو بازی نمیکنی. گفتم مایکو بازی نمیکنی. نه حوصله‌اش ندارم شما بازی کنید. خب چی بازی کنی؟ پوکر خوبه؟ متاسفانه هیچ بلد نیستم. راست میگی؟ پس منو بازی کنی. بلدی؟ یک کمی. میتونم بپرسم یه ساعت شما بهار چیشی با هم صحبت میکردیم؟ حرف مهمی نبود. محرمانه است؟ خوب حق داریم برای اینکه هفتتون جوونید. منو بگو که یک عمر باید با این کر نفهم زندگی کنم. نترسی نمیفهمه. تا صورتم بهش نباشه اصلا متوجه نمیشه که من حرفی میزنم. باور نمیکنی؟ تماشا کنین و بخندید. دکتر با تو هم الاغ نفهم. با تو هم مزاحم زندگی. جواب نمیدی؟ میدونم برای اینکه کری. آدم کرم که نمیفهمه جواب بده. دیدی؟ انگار نه انگار که حرفی زدم. خانم برعکس تصور شما نه تنها هیچ خنده نداشت، بلکه اصلا از این کار خوشم نیامد. چون نمی‌داره، هیچ نمی‌فهمه. چون نمی‌فهمه شما باید سوء استفاده کنید، با یک همچین آدم خوشقلبی باید اینطور رفتار کنید. من از اون ساعتی که او رو دیدم مهری از او به دلم آمده، ولی شما من زنم شبیه رو ساعت با اون باشم، ولی شما چند سال بیشتر با اون پیش ولی دیگه اصلا اینو ندید. احمد من همین جوانم، هزار آرزو دارم، این حق ندارم بتونم سر برید با یک راه کر بیرون زندگی کردن مگه آسون نیست؟ نه آسون نیست، ولی مجبور که نبودید با او ازدواج کنید. اون وقت اون جوان بود، کر نبود، در اصلا یک تصادف گوشش کر شد. از این وقتانه به هیچ چیز دنیا غیر از کارش توجه نداره. ببخشید خانم، چه اصراریه که من خصوصیات زندگی شما رو بدونم؟ برای اینکه میخوام بیشتر از اون با هم دوست باشیم، ترسیم از دوست از دست بریم. آخه به شخصی مثل دکتر چطور آدم دلش میاد خیانت بکنه؟ من یا شما، کسی که وجدان داشته باشه نمیتونه این کار رو بکنه. درست نیست. چرا درست نباشه؟ حالا میدونید که درست میشه. مثلا شما راست بلدید؟ اتفاقا بلد نیستم. حالا میدونی که الان اکنون اجازه میگیرن که با شما درختان یادتون بدن. دکتر عربها رقص بلد نیستن. فکر میکنید بعد آدم رقص بلد نباشه؟ چرا بده؟ پاشو یادشون بده. خیلی خوب، الان یادتون میدن. دیدین؟ پاشو. دیدین؟ الان یادتون توجه فرمایید. خیلی خوشبختیم و افتخار داریم امشب مهین شعله که یکی از هنرمندان هستن به اینجا تشریف فرما شدن و از ایشون تقاضا میکنن که ما رو سرگرم کنن و همچنین برای ایشون چون میدونستیم تشریف میارن برای ایشون لباس تهیه کردیم. احمد باید چه زود با هم جور شدیم. من که این روزا خیلی خوشحالم. در عوض من ناراحتم. چرا؟ برای اینکه به شخصی مثل دکتر دارم خیانت میکنم. بلش کن بابا. بسه احمد چرا تو وقت خودت حرف نمیزنی؟ مهدی فرد شب کجا میریم؟ فرد شب؟ منزل ما. چه خبر منزل؟ من منزل فرد روز تولد منه. من خواهدم لابد تا حالا هدیه هم برام خریدی. هست میگه نمیدونستی؟ مگه دکتر نگفته؟ لابد فراموش کرده. باز حالا چی میخوایی هدیه برات بیارم؟ یه گردنبند الماس خوبه؟ یه گردنبند الماس؟ احمد جون میدونی چقدر پول میخواد؟ تو قصه پولشو نخور. اگه خوشت میاد برات بخرم. آخه احمد تو کاری نداشته باش. اگه مایلی برات بخرم. هرچی میل تو. رفتی؟ آره خوب بود. بچه جون کفش منو میخواستی پاک کنی؟ پول میخواد بهش بده بره. آره پول میخوای؟ چقدر پول بهت بدم خوبه؟ چرا جواب نمیدی؟ اسمت چیه؟ بیچاره به نظرم لاله. پسلک بیا این 5 تومن مال تو. بچه که چیکار میکنی؟ پول میزو بده بریم. صفحه خوبیه. بله میخوایی برقصیم؟ بله دیگه نرختی گاه نمیدونم. بهار بینگه کارت دارم. این معنی نداره که با این پسر اینقدر جهل گرفتیم. فکر نمی‌کنی مردم حرف میزنن؟ پس میخواستی با من حرف میزنی جواب ندم؟ مهمون ما حرف داره اینه که نمیدن اومد پا تو بهش میچستیم. این چه حرفی میزنی؟ خودت بهتر میدونی که من اصلا به اون علاقه ندارم. من برای خودت میگم. نمیخوام مردم تو سرت حرف بزنم. مطمئنی که دلت برای من سوخته؟ وقتی چیه؟ دلت برای من سوخته بده. خوابی؟ چرا سر تو پایین انداختی؟ آه شاید بهت گفتن که من فهمیدم تو چی هستی و چی کار میکنی. شاید میترسی نبادا چشم تو چشمم بیفته. آه چه جواب نمیدی؟ من میدونستم تو درست هستی حتی حاضر نبودم نگاه هم بهت بکنم. هم تو من گول زدی. به من نگفتی چی کار هستی. از تو پستر کسی رو در زندگی ندیدم. بیشرف برو دست برو. تو دیگه دم از شرافت نزد. با چه جرأتی تو کلمه شرافت رو به زبونت میاری؟ معنی شرافت میدونی چیه؟ به خدا نمیدونی. اگه میدونستی زندگیت از این بهتر بود. میخوای بدونی پستر از من کیه؟ تو پستر از منی. مگه تو نبودی که به شوهرت خیانت کردی؟ مگه او بهت بدی کرده بود؟ نه، من میدونم. اون وقت چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ به من دست دادن. فهمید؟ آنه چیزی؟ اتفاقی برات افتاده؟ از حتی من رنجیدی؟ پس چی شده؟ مادرم مرد. مگه نگفتی مادر نداری؟ تنها امید و آرزوش من بودم. اون وقت حتی یک کاغذ براش ننوشتم. همه چیز حاضره. برو پایین الان میام. بسیار خوب. کدومتون سر سرا را بندازین یا خیال جنسی داشته باشین سر کارتون با اینه، فهمیدین؟ ببخشید تعطیل شده، فقط یک دقیقه کار داشتم. چون شما نمیشه تعطیل شده. بلازر تشکیل میتونید مشغول باشید. من از اینجا همه را مواظبم. و هرچی مسئول شدی بزن مغزشو داغون کن. مدیر اینجا کیه؟ من هستم. چی بود؟ هیچی. میخواست تلفن کنه کارشو ساختم. خوب کاری کردی، مواظب بقیه باش. یالا زود در گاز صندوقو باز کن یا میگم حسن آقا بیاد خدمته. بیا جلو. دستی یالا آقا یکی آسان بیرونه به ما مشکوک شده. ببین چی میگم، خیلی خونسرد سوار ماشین شو ببر بذار تو خیابون فردوسی تا ما بیاییم، فهمیدی؟ بله، چشم. خود با لبخند تو، جان پرور نگاه مست تو، اون چشمان خود پرست تو، گردیدم اسیر دست تو. جان پرور نگاه مست تو، اون چشمان خود پرست تو، گردیدم اسیر دست تو. آتشین خون دور من کجا هستی؟ نامهربان تا کی از من جدا هستی؟ بله. سلام. سلام. خارج چطوره؟ دیروز؟ چی؟ تو خود این قرار تنظیم می‌کنی خودتی؟ آره. حالا بگو ببینم اوقات سخت شده؟ نه، طوری میشه. مامان خودش گفت ببرمش گردش. منم نخواستم دلش بشکنه، قبول کردم. آره جونتون، نخواستی دلش. اگه منو تو دوست داشتی، ازت خواهش کردم مهدادو پیش خودت نگه داری، قبول می‌کنی. آخه احمد جان، من که عرض بچه داری نیستم، اصلا حوصله این کارا رو ندارم. چرا هرچی یه خورده زحمت داره حوصله نداری؟ اما صحبت تفریح باشه با سر میدویی. راستی میزی، هیچ دلت برای مهداد نسوخت؟ نه نسوخت. تو رو اگه از مرد نجاتت نداده بود دلت نمیسوخت. چرا تا دیگه همش ازم بهانه میگیری؟ اصلا میدونی چیه؟ فکر این که اصلا خسته شدیم. فکر میکنم بهتر رابطمون رو قطع کنیم. تو خسته شدی بهانه‌گیریام برای همین. ممکنه اینطور باشه. مهری جان، زهر مار باز این کر سرخر اومد. دکتر چه زود اومدی؟ بیکار بودم اومدم. احمد حالا چطوره؟ به تو چه الاغ نفر؟ مرسی، حال شما چطوره؟ چون اینجا نمی‌مونی؟ برای اینکه تو کر بیشعور مزاحمی. اتفاقا الان من همین رو بهش گفتم. جون تو بس کن مهری. چیشی رو بس کنم؟ بذار گوشو بند کنه بره. دکتر چرا نمیدونشونی؟ خفه شو این شرم پس. اینجا منزل منه، تو گوشو گم کن تا از دستت راحت بشم. میکنید؟ آره میشنوم. خدا خواسته اینطور بشه تا تو پس فطرت رو بشناسم. احمد تو چرا؟ تو که اینقدر نامرد نبودی، پس چرا به من خیانت کردی؟ احمد هر چی شده باز فکر میکنم تقصیر تو نباشه، برای اینکه میدونم موجودی پستر از این زن وجود نداره. چی شده؟ چه خبره؟ تویی؟ تعجب میکنی که من میشنوم؟ بله، نه تنها میشنوم بلکه خیانت های خواهر تمام پیش چشم من روشن شد. تو حالا چی میگی؟ فقط دست احمد تو بگیر و برو، دیگه نمیخوام روی هیچ کدومتون رو ببینم. خیلی خوب، اصلا خیلی وقت بود که میخواستم برم. ببین احمد جان، اگه خواستی با ما بیا بریم، وگرنه هر کاری دلت میخواد بکن. چرا اینطور کرد؟ من که به او بدی نکردم، من که در زندگی به هیچ کس بدی نکرده بودم، همیشه میخواستم اون شاد و پررنگ باشه. پس چرا خیانت کرد؟ دست منو تنها گذاشت. نه دکتر، شما تنها نیستید، من همیشه تا موقع که شما بخواید پیش شما هستم. چرا جمع خوندن شد؟ دوستامه هم نخونی؟ چشم، دیگه چی؟ هیچ وقت خونه نیستی، وقتی هم که خونه یا روزایی میخونی یا به رادیو گوش میدی. وقتی کار دارم بیرون نرم؟ چه کاری که شبانه تو جام بیرون؟ بیشتر وقت که میرم مهداد رو ببینم. اگه ده تا به بهت نگفتم برش رو بیار همینجا. چرا؟ ولی نمیخوام اون اینجا باشه. چرا؟ لابد دلیلی داری که نمیخوام. میخوام مهداد. مهداد این دیگه کی بود؟ خفه شو. چی گفتی؟ گفتم خفه شو. یک دو مرتبه راجع به مرداد اینطوری صحبت کردی، من میدونم و تو. کیه؟ بچه ها منتظرم. اون دو نفر رو که گفتم میشناسی میان؟ بله گفتم سر ساعت جلوی همین کوچه حاضر باشم. بهشون اطمینان داری؟ کاملا. خیلی خوب، من میرم نیم ساعت وقت مونده برمیگردم. چیزایی که گفته بودم براش خریدیم؟ بله، هنوز 100 تومن از پول پیش من هست. مانعی نداره، حالا دستتون باشه تا بعد. خیلی خوب. مهداد جون، بیا بابا. بیویشون ببینم. بیا ببینم. حالت خوبه؟ جات خوبه؟ آره، راحتی؟ دلت برای من تنگ نشده بود؟ منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. آره. اگه بدونی چه چیز خوبی برات خریدم. آره، یه چیز خیلی خوب. حالا اون اسباب بازی رو بیاریم. چشم. آره یه چیز خیلی قشنگه، اینقدر خوشت میاد. آره جونم، حالا میبینی. ببین باها، شما اینجا چی کار میکنین ها؟ این عوض عباس پرسیته؟ نه راستی، از کجا اینجا رو پیدا کردی؟ از کجا؟ خب پیدا کردم دیگه. راستی مهداد حالش خوبه؟ آره خوبه، این روزا حرف زدن یادش میدم. ببین مهداد بگو احمد. احمد طفلک هنوز خیلی برات سخته. آمدم راجع به مهداد با تو صحبت بکنم. بدونی از وقتی که مهری رفته دکتر خیلی ناراحته. من فرستاده منزل خالم، ولی دلم میخواد پیش دکتر بمونم و بهش کمک بکنم. خجالت نکش، بگو دوستش دارم. ولی دکتر میگه موندن من ممکنه که باعث بشه مردم پشترمون حرف بزنم. خب این چه رفتی داره به مهداد؟ الان میگم. اینطوری که معلومه تو وقت زیاد نداری از این نگهداری بکنی. خب این چیه؟ اگر اجازه بدی ببرمش منزل دکتر، مثل برادر ازش نگهداری بکنم. اون وقت دیگه نمیتونم پیش دکتر بمونم. درسته که اونجا بیاد از هر لحاظ بهتره، ولی خودت تصدیق کن که من دیگه نمیتونم اونجا ببینمش. ولی مطمئن هستی که اونجا راحته؟ آره اونو من میدونم. و من حرفی ندارم، چون میدونم زیاد نمیتونم بهش برسم، اما باید ببینم خودش چی میگه. اگه ممکنه چند دقیقه گوش کن عزیزم، میخوام یه چیزی برات بگم. میخوام بفرستمت منزل این خانم که الان اینجاست، خیلی به تو علاقه داره، میخواد برات معلم بگیره، اسباب‌سازی، همه چی. خیلی راحت میشی. میدونی من هیچ وقت تو رو جای بقی نمیفرستم، اینطور نیست؟ میدونی نبرم بسر چی هستی؟ الو؟ بله کجا؟ جنرالمود؟ چند نفرم؟ بسیار خوب. الو؟ بگو آقای میرایی با دو نفر پاسبان فوراً بیان به اتاق من، یکی به نمره شخصی هم دم در حاضر باشه فوراً. دیگه خسته شدم. تا که این بانتا باید به صورت من باشه؟ دکتر میگم که امروز اینا رو باز بکنیم. من اصلا نمیدونم پر چشمان اینقدر درد میکنه. چشمان که طوری نشده بود. اگر دکتر اینجاست به تو هیچ مربوط نیست چرا اومدن اینجا. کجا؟ بذار بده. گفتم به تو مربوط نیست. دکتر بهار چرا اینجا اومدی؟ آخه خیلی ناراحت بودم. هر کجا تلفن کردم خبری از شما نبود. فکر کردم ممکنه اینجا باشی. نه تو برو برو خودم امشب نمی‌تونم. بهار همینجا میمونه. وقتی این باندها رو باز کردیم هممون میریم. ما هم نمیخوایم تو این خونه بمونیم. مهزا منو نمیشناسی؟ من احمدم. دکتر به نظرم حالا بازش کنم بهتره. اگه از من میپرسید حالا بودیم. میدونی خیلی ناراحتم. میخوام هیچ دکترها رو باز کنم و طوری نباشه که معلوم بشه. چرا اینطور نگاه میکنی؟ من انتقام گرفتی، صورت منو خراب کردی. خیلی خوب، منم اینطور انتقام میگیرم. برادرمو کشتم. چه کاری کردم؟ با من حرف بزن. تو رو به خدا صحبت کن. من برادرت احمدم. حرف بزن. خدایا من خواب ببینم. احمد بلند شو، بس دیگه. کار کنم باید بشه شد. چه میشه کرد؟ چه میشه کرد؟ چرا اینطور نگاه میکنی؟ چرا؟ برای اینکه باعث بدبختی من تو هستی. برای اینکه تو باعث شدی که من برادرم رو بکشم. من تقصیر ندارم. مثل اینکه امروز روز انتقامه. انتقام ما دو برادر باید از تو گرفته بشه. رب کن احمد، رب کن احمد، رب کن. هر کسی رو بیاد میزنم احمد تصمیم شو، خودتو به کشتن نده، منو نکشتی، تصمیم شو، سرعت دارید یک جلو، گفتم جلو نیا، جلو نیا، گفتم نکنید، به خدا میزنم.